اداره ملی آمادگی مبارزه با رویدادها و تلونیوز آمار می‌دهد که از آغاز ماه روان تا کنون در نتیجه بارش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های غزنی، لغمان، ننگرهار، فراه، پکتیا، بادغیس، هرات و دایکنتی 13 تن جان باخته و 16 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان از رویدادهای دو روز پسین می‌باشد و گفته این اداره 10 نفر از قربانیان در سیلاب‌های دو روز پسین جان باختند. روان کال د تل میاشتې له اولې نه تر اوسه پورې په غزني، لغمان، ننګرهار، فراه، پکتیا، بادغیس، هرات، دایکنډي ولایتونو کې د بارانونو، سیلابونو او تالندې او اورلګیدنې له امله له بده مرغه تقریبا 13 کسو هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی، 16 کسه زخمیان دي. افزون بر تلفات جانی، این سیلاب‌ها زیان‌های هنگفت مالی را نیز بر جا مانده است. سخنگوی اداره می‌افزاید که بیش از 100 خانه مسکونی به گونه قسمی و کلی و بیش از 650 جریب زمین کشاورزی نیز تخریب شدند. از سوی هم برخی از آسیب دیدگان این رویداد از امارت اسلامی می‌خواهند تا بیدرنگ کمک‌هایشان را به آنان برسانند. سیلاب‌ها داسې زپلی چې په دا ټول غنم او په دا ټول ځکه باندې ټول وی وړلې موږ دا غوښتنه ده دغه دولت سره چې ته همکاري ونه کړې زموږ ولې ته راسي وګورې زموږ ولې وړي دي تاوانه نه راورسول سراینه مو ونه لیدل مځکه وی وړلې از د ډیر خلکو مځکه سراینه ونه لیدل سره وی وړلې موږ د دولت څخه دا خواهشته چې موږ بیا د رغوند لپاره د مځکه د جوړېدو لپاره د کورونو د جوړېدو لپاره د حکومت څخه دا خواهشته چې موږ ته مرسته وکړي او موږ سره همغږي اوسو. اداره ملی آمادگی مبارزه با رویدادها همچنان میگوید که تیم‌های آنان تلاش دارند تا برای آسیب دیدگان کمک‌های اولیه را فراهم و به خانواده‌هایی که سرپناهشان را از دست دادند سرپناه موقتی بسازند.